سلام، یحیی طباطبایی هستم و با یه قسمت دیگه از سری ویدیوهای سوالات ساده با چند صد جواب در خدمتتون هستم. تو این سری ویدیوها سعی می‌کنم یه سوال ساده که بین عموم مطرحه انتخاب کنم و اون رو در چند سطح مختلف از ساده تا تخصصی جواب بدم. تو این قسمت می‌خوام برم سراغ این سوال که چرا وقتی که دستامون رو ها می‌کنیم دستامون گرم میشن ولی وقتی که اونها رو فوت می‌کنیم خنک میشن. این سوالم در کنارش جواب میدم که چرا کلاً وقتی که باد بهمون می‌خوره احساس خنکی بیشتری می‌کنیم. با من همراه باشید. سطح الف. دمای درون بدن ما حدود 37 درجه است و قاعدتاً هوایی که از درون بدنمون میاد بیرون باید حدوداً همین دما رو داشته باشه. وقتی که ها میکنیم این هوا با یه سرعت معمولی توی حجم زیادی از دهنمون خارج میشه و چون حجمش زیاده فرصت نمیکنه که خنک بشه. بنابراین تقریباً با همون دمای داخل بدنمون میاد به دستمون میخوره و دستمون احساس گرمی میکنه. وقتی که فوت میکنیم یه جریان هوای باریک رو با سرعت زیاد از دهنمون خارج میکنیم. این جریان هوای باریک هوای خنکتر اطراف رو همراه خودش میکشه و هم خودش خنک میشه و همون هوای خنک اطراف رو همراه به خودش به دست ما میزنه و بنابراین دست ما احساس خنکی میکنه. اگه موقع فوت کردن دستتون خیلی نزدیک دهنتون بگیرید میبینید که دیگه خنک نیست و مثل ها کردن دست رو گرم میکنه، چون هوا فرصت نکرده که خنک بشه یا هوای اطراف رو نمیتونه همراه خودش به دست ما بزنه. حالا بریم سراغ سطح ب. اتفاقی که موقع ها کردن میفته خیلی نکته پیچیده تری نداره. در واقع هوای درون شش هامون با همون دما میاد بیرون و چون حجمش زیاده و تغییر فشار زیادی هم نداره بنابراین خیلی آروم آروم خنک میشه و وقتی که به دستمون میخوره هنوز اون دمای اولیه خودش رو داره. در واقع اگه دستتون آروم آروم از دهنتون دور بکنید موقع ها کردن هم میبینید که یه جایی هست که دیگه اون هوا دیگه گرم نیست و دستتون رو گرم نمیکنه و از یه جایی به بعد حتی ممکنه احساس خنکی هم بکنید. ولی وقتی که فوت میکنید چند تا پدیده مختلف با هم دخیلن که این هوا رو خنک بکنن. یکی از این پدیده ها که توی سطح الف هم بهش اشاره کردم پدیده به اسم انترینمنت که بهش ماندگی یا پیشبری یا همراهبری هم میگن. طبق این پدیده وقتی که یک جریان سریعی از هوا از وسط یک توده هوای ساکن عبور میکنه مقداری از اون هوای ساکن رو همراه خودش میکشه و چون اینها با هم قاطی میشن تبادل انرژی دارن و بنابراین خنک میشه و یه مقدار از اون هوای خنک رو هم با خودش به دست ما میزنه و دستمون احساس خنکی بیشتری میکنه. این وسط رطوبت هوایی که از داخل بدنمون همراه با فوت داره خارج میشه اون هم میخواد تبخیر بشه و چون یه جریان باریکی از هواست این تبخیر خیلی سریعتر اتفاق میفته چون سطح تماسش نسبت به حجمش زیادتره و چون تبخیر هم یک پدیده گرماگیره این گرمای هوا رو میگیره و اون رو خنک‌تر میکنه. یه پدیده دیگه که اینجا داره اتفاق میفته یه فرایند ترمودینامیکیه به اسم انبساط بیدررو یا آدیاباتیک. برای اینکه بفهمین یعنی چی یه آزمایش ساده میتونید انجام بدید. اگه مقدار کمی آب داشته باشیم و اون رو روی خروجی یک کپسول گاز، مثلا یک کپسول گاز فندک بگیریم و گاز رو از اون خارج بکنیم میبینیم که این آب سرد میشه و حتی یخ میزنه. وقتی یه گاز پرفشار داخل کپسول میخواد ازش خارج بشه میخواد ناگهان منبسط بشه. این انبساط ناگهانی یعنی اینکه باید روی مولکول‌های هوای اطراف کار انجام بده و اونها رو هول بده. این کار با چه انرژی انجام میشه؟ با انرژی درونی اون گاز. یعنی اون گاز انرژی درونیش رو صرف انجام کار روی محیط اطراف میکنه و با کاهش انرژی درونیش میانگین انرژی جنبشی مولکول‌هاش کاهش پیدا میکنه، یعنی دماش کم میشه. یه پدیده مشابهی هم داریم به اسم اثر ژول تامسون که میگه وقتی سیال از یه مسیر باریکی عبور میکنه و خارج میشه در بعضی موارد، یعنی در بعضی از سیالات، دماش کاهش پیدا میکنه. اون انبساط بیدر رو که جلوتر توضیح دادم برای گازهای ایدئاله و این اثر ژول تامسون برای گازهای واقعیه. توی اثر ژول تامسون انرژی لازم برای انبساط گاز از انرژی پتانسیل بین ذرات گاز میاد و باعث کاهش انرژی درونی اونها میشه که این در بعضی از موارد باعث کاهش دما میشه ولی در بعضی موارد ممکنه حتی باعث افزایش دما هم بشه. این پدیده هایی که گفتم همشون توی خنک شدن هوای خروجی از دهنمون موقع فوت کردن نقش دارن. اینکه نقش کدوم بیشتره نقش کدوم کمتره خیلی دقیق نمیشه گفت، بستگی به شرایط محیط هم داره. مثلا وقتی که شما توی یک سونای بخار که هم دماش خیلی بالاست و هم رطوبت هوا زیاده به دستتون فوت کنید دستتون در حدی داغ میشه که ممکنه حتی احساس سوزش بکنید. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی میفته باید جواب یه سوال دیگر رو بدیم و اونم اینه که چرا وقتی که باد بهمون میخوره احساس خنکی میکنید حتی اگه اون هوایی که با اون باد داره به ما میخوره خنکتر از محیط اطراف نباشه. مثلا وقتی که شما جلوی یک پنکه میشینید پنکه همون هوای محیط رو تقریبا با همون دما داره به شما میزنه ولی باز هم شما احساس خنکی میکنید. درون
بدن ما از محیط اطراف گرمتره و این گرما اگه به محیط اطراف منتقل نشه ما احساس خیلی گرمای زیادی میکنیم. این گرما از طریق پوست بدن ما به هوای مجاور با پوستمون منتقل میشه. این هوا وقتی گرم میشه طول میکشه که گرماش منتقل کنه به بقیه محیط اطراف. برای همین دمای هوای اطراف بدنمون به دمای بدن ما نزدیک میشه و باعث میشه که انتقال گرما خیلی کنتر بشه و ما کمتر احساس خنکی بکنیم. وقتی که باد میاد یا جلوی پنکه قرار میگیریم، این هوای گرم اطراف بدنمون کنار میره و هوای جدید با دمای محیط جای اونو میگیره و انتقال گرما از درون بدنمون به این هوا سریعتر اتفاق میفته و ما احساس خنکی میکنیم. حالا اگه دمای هوای اطراف از دمای بدنمون بیشتر باشه، این پدیده برعکس اتفاق میفته و انتقال گرما از محیط به بدنمون با وزیدن باد سریع‌تر میشه و ما احساس گرمای بیشتری میکنیم. ممکنه اینجا یه سوالی مطرح کنید که چرا وقتی که بدنمون خیسه و باد میاد خیلی بیشتر خنک میشیم، که این رو بعد بذاریم توی یک ویدیوی دیگه در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون که با من همراه بودید. حتما از این قبیل سوالاتی که دارید رو توی قسمت نظرات بپرسید تا توی ویدیوهای دیگه بهش بپردازم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.